لیلا سعادتپور رزیدنت بیماری های مغز و اعصاب و کاندیدای فلوشیپ اختلالات حرکتی یا پارکینسون از تگزاس آمریکا با ماست. خانم سعادتپور خیلی خوش آمدیم به برنامه. بیماری مرموزی هست آلزایمر. بسیاری از ما زمانهایی هست که بعضی از وظایف و بعضی موارد رو فراموش میکنیم. علائم تشخیص قطعی آلزایمر چیه و آیا ممکن آلزایمر در سنین جوانی رخ بده؟ خب تشخیص قطعی آلزایمر فقط با بیوپسی یا در واقع اتوپسی امکان پذیره که اونم نمونه برداری معمولا بعد از اینه که بیمار تلف شده باشه. برای همین ما بیشتر اطمینان خودمون رو میذاریم به اون تشخیص احتمالی که نورولوژیست توی کلینیک انجام میده و اون بر اساس علائم بیمار هست، یعنی اون علائمی که بیمار نشون میده از اختلالات حافظه گرفته تا یه سری از علائمی که ممکنه روی اعصاب و روان شخص توی معاینه فیزیکی مشخص بشه و همچنین اسکن های مغزی که الان همونطور که توی ویدئویی که قبلا هم پخش شد چند دقیقه پیش پخش شد، اسکن های جدیدی اومدن که میتونن آلزایمر رو با در واقع دقت بیشتری تشخیص بدن و خب اونها احتمال تشخیص رو بالاتر میبرن. خانم سعادتپور، گفته شده که این داروی جدید میتونه پیشرفت بیماری رو هم کند بکنه. تفاوت‌های داروی قبلی با این داروی جدید چیه؟ بله، سو این داروی جدید دارویی هست که روی بتا آمیلوئید تمرکز میکنه و سعی میکنه اون پروتئین بتا آمیلوئید که در واقع پروتئین پاتولوژیک بیماری آلزایمر هست رو از سیستم نورون‌های مغزی خارج بکنه. داروهای قبلی هم بودن که روی این هدف تمرکز داشتن، مثل ادکنماب که 2 سال قبل تونست تجویز بگیره از FDA، ولی این داروی جدید گفته میشه که بیشتر روی پروتوفیبریل ها تمرکز داره و اثر بخشی بالاتری نسبت به داروی قبلی داره. و گفته شده که شما هم اشاره کردین که این دارو اثر بخشتر هست بر کند شدن روند این بیماری، اما اگه آلزایمر زمینه وراثتی داشته باشه بازم میشه به نوعی از وقوعش جلوگیری کرد یا کند کرد این روند این بیماری رو؟ قطعا امکان پذیره، ولی همونطور که قبلا هم پخش شد آلزایمر اگر هم عوامل ژنتیکی داشته باشه عامل‌های دیگه‌ای هم در کنارش میان و باعث بروز آلزایمر توی یک بیمار خاص میشن. برای همین نمیتونیم بگیم به قطع ژنتیکه، حتی اگر ریسک ژنتیکی داشته باشه. ترومای مغزی، همونجوری که گفتن زندگی شهری، استرس، بیماری های عروقی، فشار خون بالا، همه اینا ممکنه که تاثیرگذار باشه. برای همین یکم سخته که بگیم ما میتونیم قطعا کاری بکنیم که مانع بروز آلزایمر بشیم، ولی با روندی که علم داره پیش میره توی جلوگیری از این بیماری و کند کردن پیشرفت بیماری، در واقع جلوگیری از بیماری هم یه چیزیه که نشدنی نیست از دیدگاه علم. خانم سعادتپور، حالا این دارو درمان رو اگه بذاریم کنار، به نظر شما روش هایی که در زندگی روزانه میشه پیش گرفت تا به نوعی جلوگیری کرد یا احتمال در واقع ابتلا به آلزایمر رو کم کرد چیه؟ حالا از تغذیه گرفته تا روش زندگی؟ که قطعا همینم فکر کنم مهمترین عامل باشه، به خاطر این تنها چیزیه که فعلا در کنترل هر شخصی هست که زندگی سالمتری داشته باشه، مصرف دخانیات انجام نده، رژیم غذایی سالمتر داشته باشه، حتما ورزش بکنه. ورزش ثابت شده که روند هر نوع بیماری زوالی عصبی رو کند میکنه، پارکینسون، آلزایمر و از این قبیل. و تک تک اینها تأثیر پذیره، یعنی هر زندگی سالمتری ریسک ابتلای شخص رو به بیماری آلزایمر کاهش میده. و خانم سعادتپور، عذرخواهی میکنم در آخر، اگر با توجه به تخصص خودتون که پارکینسون هست، آیا ارتباط بین آلزایمر و بقیه بیماری ها از جمله پارکینسون وجود داره؟ اینها همشون در کاتگوری به اسم بیماری های زوالی عصبی قرار می گیرن و اونم به دلیل از بین رفتن نورون هاست. حالا اینکه کجای مغز نورونش کاهش یا آتروفی به زبان علمی ایجاد بشه توش فرق می کنه و توی
آلزایمر بیشتر توی هیپوکامپ، توی پارکینسون بیشتر قسمت‌های میانه مغزی هستن که آتروفی پیدا می‌کنن و در نهایت اگر که این بیماری‌ها پیش رونده هم هستن، اگر که پیش برن خیلی تشخیصشون از همدیگه ممکنه سخت بشه. یعنی در استیج‌های آخر بیماری آلزایمر و پارکینسون ممکنه حتی علائم خیلی مشابهی با هم دیگه داشته باشه. خیلی متشکرم از شما لیلا سعادت‌پور، رزیدنت بیماری‌های مغز و اعصاب و کاندیدای فلوشیپ اختلالات حرکتی یا پارکینسون از تگزاس آمریکا. ممنونم.